تجمع و اعتصاب غذایی خانواده های بازداشت شدگان قیام مردم ایران همچنان ادامه دارد. طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مانند روزهای قبل، حدود 150 نفر در مقابل بیدادگاه انقلاب به انتظار روشن شدن وضعیت عزیزانشان تجمع و تحسن اعتراضی داشتند و تعداد زیادی نیز در مقابل دژبانی زندان اوین تجمع کردند. انتشار خبرهای جدیدتر از شکنجه‌های اعمال شده بر خشم و عزم خانواده‌ها بر ادامه تحصن افزوده است. شاهدانی که در روزهای قیام توسط نیروهای سرکوبگر ربوده شده و اخیراً جان به در برده و آزاد شدند، در مورد این شکنجه‌ها شهادت دادند. عبور دادن بازداشت شده‌ها از دالان باتون، مشت و لگد زدن به نقاط حساس بدن، شوک برقی، گرسنه نگاه داشتن، ممنوعیت استفاده از سرویس های بهداشتی در ساعاتی از شبانه روز، مورد تحقیر قرار دادن آنها، تهدید به تجاوزهای جنسی و حتی مورد تجاوز جنسی قرار دادن از جمله شکنجه های اعمال شده در بازداشتگاه ها و زندان های رژیم است. ماموران رژیم کماکان از پاسخگویی به خانواده ها تفره می روند و آنها را سر می دوانند. این فشارها باعث شده که تعداد بیشتری از اعضای خانواده ها و پدر و مادرها به رغم کهولت سن و بیماری های مختلف به اعتصاب غذا کنندگان بپیوندند. از جمله ناهید عسکری مقدم 57 ساله، مادر حامد حسنزاده، گیتی فتحی 52 ساله و همسرش قاسم اسماعیلی 59 ساله، مادر و پدر مصطفی اسماعیلی و ثریا شبانی 62 ساله با وجود یک بار سکته قلبی به خاطر فرزندش عبدالحمید بیگی به اعتصاب غذا کنندگان پیوستند. همچنین اسامی 14 تن دیگر از بازداشت شدگان برای اطلاع سازمان‌های حقوق بشری از سوی خانواده‌ها اعلام شد. این نفرات عبارتند از محسن فیروزی و امیرعلی اسفندیاری که محل بازداشت آنها نامعلوم است. کیوان محمدی، بهرام آبدینی، محمد گواهی، فرامرز جلالی کهنزاد، آرش امینی، علی رزوانی، حامد حسنزاده، مرتضی غازیپور، فرید فتلی، صمد سلطانی نژاد، علیرضا داورپناه و سید محمد حسینی. همزمان با قیام مردم ایران و شکستن طلسم ولایت و بنبست سرکوبی رژیم، هر روز ابعاد جدیدی از جنایت‌های رژیم آخوندی در بیدادگاه‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی و علنی آن برملا می‌شود. مواردی که از سال 1360 توسط مقاومت سازمان یافته مردم ایران گفته شده بود را اکنون بسیاری گواهی می‌کنند. از جمله شاعر مبارز دکتر اسماعیل خویی در گفتگویی با تلویزیون صدای آمریکا این گونه شهادت داد: مطالعات و پژوهش‌هایی که در این زمینه کردم دیدم بله، آقای لاجوردی، میخوام بگم که شکنجه در جمهوری اسلامی 30 سال سابقه داره، آقای لاجوردی در اوین اتاق ویژه‌ای درست کرده بوده برای پسران و دخترانی که در اثر شکنجه های بسیار دچار خود با فراموشی می شوند. گمان می کرده که اینا ادا در میارن و برای اینکه ببینه آیا به راستی نامشون فراموش کردن، نمی دونن کی هستند و کجا هستند، می بردشون به این اتاق. فرضش این بوده که اگر اینا آنگاه که با تجاوز جنسی رویارو بشند، در این لحظه خودشون لو خواهند داد. یعنی پس تجاوز جنسی نیز از همان آغاز در این حاکمیت بوده است و اما یعنی 30 سال سابقه داره. شکنجگری های گذشته با شکنجگری های پس از انتصابات کنونی داره و این است که این دفعه اینا همه رو رو کردند. به نظر من این کاریس آگاهانه، میخواستند که جامعه بدوند که مردم، پسران و دخترانشون آنگاه که به دست جلادان جمهوری اسلامی میفتند چه بلاهایی سرشون میاد. شعار فرمان فرمای آخونده این است: النصر به رو و نخیر. شما اشتباه میکنید، به گمان من اینا ایران رو فتح کردند، اینا ایران رو از خودشون نمیدونند، خودشون هم ایرانی نمیدونند. به این دلیل است که آقای موسوی شعار انقلابیش رو، شعار انتخاباتش رو برگزید: من ایرانیم. اینا خودشون ایرانی واقعا نمیدونند. باری ما جز تسخیر شدگان هستیم، شکست خوردگانیم و با ما چنین رفتار میکنند. اینا رو میگم برای که هگل با ما میگه که فهمیدن پذیرفتن است.
ما دریابیم که با چه حاکمیتی رویارو هستیم و دریابیم که با این حاکمیت با ما به عنوان اسیران جنگی رفتار میکنه، پس ما در حال جنگیم و بلی. در جنگ بلاهایی به ما میرسه. باید کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن این چگونگی رو به عنوان قسمی زخم برداشتن، قسمی تیر خوردن، گلول خوردن بگیرن و به هیچ روی ازش نباید شرمنده باشن. شرمنده باید اون حاکمیت بی همه چیزی باشه که چیزی رو روا میشموره. نکته ای که من میگم چیز دیگریست. جمهوری اسلامی در رعایت نکردن حقوق بشر ممکنه اندکی کوتاه بیاد، ولی شکنجه و کشتار زندانیان در گوهره این حاکمیت است و مردم نباید کوتاه بیان در این زمینه. اگر کوتاه بیان تک تکشون بر تک تک جوانان دیگر ما هم خواهد رفت که به جوانانی که اسیر شدن رفته است. بله. این حاکمیت میخواد این دفعه همه چیز رو رو کرده برای که ما رو بترسونه. تنها دوای ترس نترسیدن است و تنها راه حل ما در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی این است که در برابرش بایستیم و کوتاه نیاییم. تلویزیون صدای آمریکا همچنین قسمت‌هایی از فیلم مستند یوسف اکرمی در مورد تجاوزهای سالهای 60 را پخش کرد. تجاوز به دختره باکره قبل از اعدامشون بود. خودشون میگفتن که نمیشه دختر رو اعدام کرد، برای اینکه بهشت میره. به تمامی کسایی که باکره میبودن تجاوز میکردن و میگفتن این حکم شرعی ما هستش. که کسایی رو که اعدام شدن و شب قبل از اعدام گریه کردن و گفتن به ما تجاوز شد و من اینا رو شنیدم. خودشون پول میذاشتن لای قرآن میبردن برای خانواده زندانیا و بهشون میگفتن که این مهریه دخترتونه و ما قبل از اینکه اعدام بشه اونو به عقد خودمون در آوردیم. هیچ باکره ای اعدام نشه چون به بهش میره و به تمام اینها تجاوز میشه. اونا بیشتر جوانایی بودن که شاید به خاطر داشتن یه طلایی هم دستگیر شده بودن، ولی به هر حال قبل از اعدام اینا رو بهشون تجاوز میشد. و حتی در زندان قزلحصار یک توابانی بودن که اینها برای خودشون شکنجگاهی در داخل زندان در قزلحصار ایجاد کرده بودن که زندانیان مقاوم رو به خصوص اون چیزی که ما از اونها صغری نام می بردیم و بچه های کوچک صغری رو، یعنی زیر سنین 12 تا 16-17 ساله رو اینها از میان زندانیان مقاوم می بردن و تحت عنوان که اینها رو در واقع از زندانیان مقاوم چپ و غیر چپ حفاظت کنن، اینها رو در سلولهای خودشون بهشون تجاوز میکردن. هنرمند مستندساز یوسف اکرمی در مورد نقش افشاگری تجاوز در زندانهای رژیم از جمله گفت: خارجی ها در خارج از ایران خیلی است، حتی مسلمان هایی که در خارج از ایران دارن زندگی میکنن یا کسانی که مسلمان هستن علاقمندن که ببینن در داخل ایران چی میگذره. خب ببینید، مسئله تجاوز که اخیراً در داخل ایران مطرح شد، خب این کمر جمهوری اسلامی رو در بین مسلمان ها در خارج از کشور شکست و این چیزی بود که ما مثلا سال 2003 و قبل از اون دوستان من در کتاب های خودشون بحث میکردن، صحبت میکردن، ولی به شکلی خریدار نداشت. ولی الان نگاه کنید این قضیه به یه مرحله وسیع تری رسید و به اعتقاد من یکی از همین مقولام همین سینما و فیلمی که میتونه کمک بکنه که تأثیر گذار خواهد. در سالهای اخیر بسیاری از قربانیان شکنجه و تجاوز جنسی در زندانهای رژیم که همه از زندانیان سیاسی بودند به این امر شهادت دادند. از جمله سال گذشته یکی از شهادتها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران پخش شد. توجه شما را به قسمت‌های از آن جلب می‌کنیم.